حتی شرورترین فرد روی کره زمین هم به میزان محدودی به دیگران آسیب رسونده بنابراین آیا جهنم ابدی برای مقدار محدودی از شر نیست؟ آیا به نظر نمیرسه که سوء استفاده از عدالت در بخش های نامحدود باشه؟ سلام من کرک هستم یک دانشمند فیلسوف و کسی که زمان زیادی رو صرف فکر کردن در مورد مسائل زندگی میکنه بنابراین اگر شما علاقه من به مباحث مربوط به خداشناسی علم و زندگی هستین لطفا در کانال من عضو بشین که به طور منظم در اون پست میذارم میتونین عضو شبکه اجتماعی من بشین که لینکش در پایین نوشته شده در ویدیوی قبل من نشون دادم که اگر فقط با دو وعده شروع کنیم که اکثر ما به اون موافقت خواهیم کرد ما هنوز هم نیاز داریم فردی رو که باعث آسیب رسوندن به دیگران شده رو اصلاح کنیم و یا برای محدود کردن آسیب وارد از سمت اونا تلاش کنیم به نظر میرسه این روشی که سیستم های عدالتی از اون استفاده میکنن حتی اگه جهتدار نگاه کنیم همه به خدا یا جهنم اعتقاد داریم با این وجود وقتی از جهنم صحبت میشه حداقل دو سوال مهم برای ما وجود داره اول چرا خدا نتونست شیطان رو در بهشت مهار کنه؟ چرا باید خیلی افتضاح باشه؟ دوم چرا جهنم باید ابدی باشه؟ این مسئله مربوط به سال دومه و سال دیگر رو برای ویدیوی بعدی نگه میداریم به شرورترین شخصی که تا کنون شنیدیم فکر کنین اونا ممکنه در طول زندگی آسیبایی خیلی بزرگی ایجاد کرده باشن اما دیر یا زود می میرند. اگه این پایان کار بود دیگه نیازی به مکانی برای مهار شر پس از مرگ نخواهد بود بنابراین ما به اولین فرض خودمون رسیدیم وجود مکانی برای مهار شر بعد از مرگ فقط تحت دو شرط لازمه شماره یک یک انسان به نوعی پس از مرگ به حیات خودش ادامه میده و شرط دوم اینه که اون فرد اصلاح نشده باشه حالا اگر فردی با تولد روحانی در دوره‌ای از زندگی اصلاح شده باشه پس از مرگ هیچ شری در اون فرد باقی نمیمونه و اونا تا ابدیت پاک هستن بیایم بحث خودمون رو تا اینجا خلاصه کنیم با استفاده از دو مقدمه که در ویدیوی قبلی و فرضیه‌ای که الان ذکر شد اول یک فرد خوب در مواجهه با یک شخص شر که به دیگران آسیب میرسونه سعی میکنه شخص رو اصلاح کنه یا با اراده میکوشه تا تلاش شخص شرور رو مهار کنه تا آسیب کمتری در آینده برسونه دوم هیچ از ما بی‌عیب و نقص و کامل نیستیم بنابراین حداقل از راه‌های کوچیک به همدیگه آسیب میرسونیم برای مثال گفتن چیزی که بعدا از اون پشیمون شدیم و ممکنه به شخصی آسیب برسونه این دو بعده در فیلم قبلی ما رو به این نتیجه رسوند که اگر من خدایی خالص و بی عیب و نقص داشته باشم در این صورت اون یا سعی در اصلاح بشریت داره یا اینکه اگر بشر تمایلی به اصلاح نداره به نوعی اونها رو محدود کنه که آسیبی که اونا باعث میشن نتونه تا ابد ادامه پیدا کنه حالا به این فرض بعدی رو اضافه کنیم که همین چند دقیقه پیش معرفی کردم محل نگهداری پس از مرگ برای شر فقط در دو شرط لازمه الف انسان پس از مرگ به نوعی به حیات خودش ادامه میده و ب فردی است که اصلاح نشده باشه اما ما هنوزم میتونیم اعتراض کنیم چرا باید برای همیشه ادامه داشته باشه مطمئنا خدایی که کاملا قدرتمند و کاملا عادل و خوب باشه ترجیح میده فرد پس از مرگ موجودیت خودش رو از دست بده به جای اینکه اونا رو برای همیشه در محل نهایی شر نگه داره من میخوام در اینجا ذکر کنم که در مسیحیت به طور کلی طیف وسیعی از دیدگاه ها در مورد جهنم و در این مورد خاص هم طیف وسیعی از نظرات مختلف وجود داره برخی برای نابودی نهای روح و برخی برای یک حالت ابدی خداگاهی در جهنم بحث میکنند در دنیای فلسفه آکادمیک سکولار مفهوم قدرتمند بودن مستقل از اینکه واقعا چنین موجودی وجود داره یا نه تعریف شده ما میتونیم این تعریف رو در قالب پیشفرز دیگه ای بیان کنیم که به این شکله یک موجود قدرتمند که فقط و تنها فقط اون موجود بتونه تمام کارایی رو که از نظر منطقی امکان پذیره انجام بده توافقی کلی در دنیای فلسفه سکولار وجود داره که ویژگی قدرتمند بودن شامل توانایی انجام منطقی عوض یا منطقی غیر ممکن نیست چون از نظر منطقی این امکان وجود نداره که چیزی در آن واحد هم درست و هم نادرست باشه از نظر منطقی برای یک موجود قدرتمند غیر ممکنه موجودی رو خلق کنه که هم ازلی و هم غیر ازلی باشه بنابراین بیاین این احتمال رو در نظر بگیریم که ما به عنوان موجوداتی ابدی خلق شدیم پس از نظر منطقی غیر ممکنه که ما رو ابدی خلق نکنن در این صورت منطقا نتیجه میگیریم که پس از مرگ شخص شرور باید مهار بشه تا بتوان صدمه ای رو که برای ابدیت متحمل میشه محدود کرد دوره حبس هم باید ابدی باشه اما میتونیم اعتراض دیگه ای رو مطرح کنیم چرا شخص نمیتونه پس از مرگ نظر خودشو تغییر بده و اصلاح بشه که به نظر گزینه خیلی خوبی میاد اما فرضیه ای وجود داره فرضیه اینه که وقتی شخص از حالت فانی به حالت جاودانه خود منتقل میشه این حالت جاودانه ثابت نیست و میتونه تغییر کنه ولی فراموش نکنیم این یه فرضیه است حالا اگر مهارت های تفکر انتقادی رو در این فرضیه به کار ببریم که میتونه درست یا نادرست باشه برای پذیرش این فرض به عنوان درست یا نادرست به توجیه منطقی نیاز داریم از اونجا که اکنون در وضعیت فانی هستیم و واقعا در موقعیت نیستیم که تصمیم بگیریم راه حل احتمالی اینه که به خودمون یادآوری کنیم که مسئله خدا و جهنم فقط در صورت وجود خدا کاربرد واقعی داره در غیر این صورت این سوال که چگونه یک خدای کاملا بینقص میتونه مکانی ابدی برای حبس شر ایجاد کنه به سادگی از بین میره بنابراین اگر فرض کنیم که خدای کتاب مقدس در واقع وجود داره و ما رو به عنوان موجوداتی ابدی آفریده اطلاعاتی در اختیار ماست که میتونیم به فرضیه نسبت بدیم و به نظر میرسه که سرنوشت ابدی ما در این بخش فانی زندگی ما تعیین میشه و هنگامی که به واقعیت بزرگتر ابدیت وارد بشیم حالت جاودانه ما به یکی از دو گزینه موجود تبدیل میشه هدف از این زندگی آماده شدن برای ابدیت سی اس میگه توانایی ما در انتخاب یا مخالفت با خدا در این زندگی فانی کنونی ما فقط زمانی دارای اعتباره که آزادی و تعدد انتخابهای ما باعث سردرگمی ما نشه او می نویسد چه فایده دارد که بگویی طرف او هستی سپس ببینی کل جهان طبیعی مانند رویا و چیز دیگری زوب می شوند چیزی که هرگز تصورش را نمی توانی بکنی اتفاق می افتد. چیزی که برای برخی از ما بسیار زیبا و برای دیگران چنان وحشتناک است که هیچ گزینه‌ای برای انتخاب باقی نمی مانند. و این خداوند خواهد بود بدون هیچ چیز نهان چیزی چنان طاقت فرسا که محبت یا وحشت غیر قابل مقاومت را به هر موجودی وارد کند برای انتخاب جبهه خود خیلی دیر خواهد بود وقتی ایستادن غیر ممکن باشد گفتن اینکه میخواهید دراز بکشید فایده ای ندارد آن موقع زمان انتخاب نخواهد بود زمانی خواهد بود که خواهیم فهمید واقعا کدام طرف را انتخاب کرده ایم چه قبلا متوجه آن شده باشیم چه نه بنابراین به نظر میرسه که سرنوشت ابدی ما به آزادی انتخاب متکیه و فقط در این زندگی که آزادی انتخاب ما اونقدر گیج کننده نیست که میمنی باشه بنابراین اگر از بین بردن موجودیت ابدی غیر ممکن باشه و اگر پس از مرگ به نوعی به حیات خودمون ادامه بدیم نتیجه این خواهد بود که آزادانه تصمیم میگیریم که رهایی از شریری رو که خدا از طریق عیسی مسیح ارائه میده بپذیریم بر اساس مقدماتی که قبلا دربارش بحث شد یک خدای پاک و بیعیب و نقص باید راهی برای مهار شیطان برای ابدیت داشته باشه تا از گسترش اون جلوگیری کنه اما هنوز یک سوال بزرگ باقی میمونه چرا جهنم باید اینقدر وحشتناک باشه؟ چرا خدا نمیتونست همه شرها رو در یک هتل پنج ستاره نگه داره؟ صدمه ای رو که اونا باعث می شدن و محدود میکرد و اونا هم از بودن در اونجا لذت می بردن بیایید در ویدیوی بعدی در مورد این سوال فکر کنید خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین یا حداقل شما رو به فکر فرو برده باشه اگه اینطور بوده لطفا اون رو به اشتراک بذارین یا میتونین در پایین اون کامنت بذارین و همچنین لایک فراموش نشه